بینندگان عزیز، با سلام به شما. طبق معمول هر جمعه ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن، نیویورک و 6 عصر یا غروب به وقت اروپا با شما هستیم. امروز خیلی خوشحالم که بهتون بگم باز با آقای ادوارد ترمادا هستیم. ایشون یکی از دوستان ارمنی هستند که در سازمان مجاهدین مدتها بودند و خدمت کردند، و شاید یک دلیلی که کانون آوا امروز ایشون رو دعوت کرده اینجا باشند، فرارسیدن میلاد حضرت مسیح و سال نو میلادی است. ما پیشاپیش به ایشون تبریک میگیم برای خودش و خانواده و خانواده بزرگش، تمام ایرانی ها و تمام انسان های جهان. بهترین ها رو آرزو میکنیم. میکروفون رو در اختیار ایشون قرار میدیم تا با شما سلام و احوال پرسی کنن. قبلا هم ایشون با ما بودن، ویدیوهای ایشون در بایگانی تلویزیون مردم، کانون آوا و یوتیوب موجود هست. همین اسم ایشون رو که تایپ کنید ویدیوها میاد، میتونید با تماشا کردن اونها سوالاتی اگه دارید مطرح کنید، نظراتتون رو بدید. و این دوستان کار خوبی که از اولین روز کردن این بوده که پاسخگو بودن، نظرات رو شنیدن. من بیش از این صحبت نمی کنم و میریم با همدیگه آلمان. آقای ترمادو سلام به شما، تبریک به شما، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر جهان. بفرمایید. سلام خدمت شما شوربی و تشکر میکنم ازتون از که این وقت رو در اختیارمون گذاشتید و میلاد گذشته مسیح رو تبریک میگم به همه هموطنانم و همچنین به همه جهان و همچنین فرارسیدن سال جدید میلادی 2018 رو هم تبریک میگم و امیدوارم که سال صلح و آرامش باشه، همونطوری که پیامبر خدا عیسی مسیح برای صلح و آزادی و در شکستن قید و بندها نازل شد بر انسان. من امیدوارم که امسال این آشوبی که در منطقه ما مخصوصا هستش جمع بشه و مردم بیچاره سوریه، یمن، عراق و دیگر اقصانوهاتی که درگیر زورورزی و قدرت های دیگه تو منطقه هستند روی صلح و آرامش رو ببینن. و امیدوارم که سال جدید سالی باشه که هر کسی که قدمی بر علیه کشور ما، مردم ما برداشته، برایش سال آخر و سال سقوطش باشه. منظورم کسانی هستند که حمایت میکنن از بعضی از جناح جنگ طلب در امریکا، مخصوصا مثل سازمان مجاهدین که طبق معمول امشب، که طبق معمول هر سال امشب حتما خانم رجبی تشریف میبرن توی کلیسای پاریس و از اونجا باز هم با مذهب دیگری بازی خواهند کرد. بسیار ممنونم از شما. ما هم امیدواریم امسال سال صلح و دوستی و صفا و بهترین ها برای انسان های روی کره زمین و حتی کرات دیگر، اگر زندگی هم اونجا هست اونجا هم باشه. حضور شما که عرض کنم قرار هست که امروز شما در سه مورد صحبت کنید: موضوع خانواده های اعضای مجاهدین و گروگانگیری افراد در آلبانی توسط فرقه. اگر لطف کنید در این مورد صحبت کنید، بعد قسمت های دیگر رو هم با هم پیش میریم. بفرمایید. ببینید، من با بهانه همین عید میلاد و اشاره به عیسی مسیح در ابتدا گفتم پیامبری است که برای در هم شکستن غول و زنجیر اومده، برای ضد استثمار و ضد استعمار بوده. اما الان امروز شاهد هستیم که سازمان مجاهدین با شعارهای مردمیش، با شعارهای خلقی و با بیانیه‌هایی که توی اندهش به فرد رسونده، با اون همش چیز بود بوده. بگر که برای چی و به چه قضا رو اونجا غفت کرده و سالیان سالی که اجازه نمیخونه آده ها به دیدار و ملاقات فرزندان
خودشو. به نظر من یک ایوانگلیست و البته سازمان برای خودش در درون تشکیلات خودش و در فران خودش دلیل موجهش رو داره چرا این حال نگه داشته. ببینید سازمان مجاهدین اگر درهای تشکیلاتش رو باز بکنه به روی خانواده ها و اگه بگه که اعضای خانواده ها بیان ملاقات فرزندانشون و آزادانه هر کسی هر تصمیمی میخواد بگیره، طبیعیست همونطوری که ما الان در این اواخر شاهد بودیم ریزش نیرو پی در پی بوده و همونطوری که ما قبلا هم گفتیم این ریزش نیرو ادامه خواهد داشت. اگر این کار رو بکنه و اگر آزاد بذاره هر کسی بخواد تصمیم بگیره برای خودش و فرض بگیرید با خانواده هایی که میان ملاقات عزیزانشون برگرده و بره بیرون از مناسبات، از سازمان مجاهدین یک اسکلتی باقی میمونه، یک تعداد نفری باقی میمونه توشون، کسانی که جرم کردن، پرونده سنگین دارن و نمیتونن از این مناسبات خارج بشن. تحلیل و برداشت من از این موضوع این استش که تمام این آدمایی که اونجا ناراضی هستن و نمیخوان اون تو بمونن گروگان یک عده هستن، یه 120 نفری که اینا مشکل دارن و نمیتونن برن. یک دلیل دومش این است که اگر سازمان مجاهدین در رو باز کنه و اعضا برن بیرون و این نیروها ریزش بکنه و دیگه مثل الان نیروی نداشته باشه، البته من روی نیرو هم اشاره خواهم کرد، این سازمان دیگه نمیتونه تو محافل بین‌المللی منم منم بزنه و بگه من سازمان هستم که مثلا اپوزیسیون یک کشور یا دولتی هستم، چون که اعضای باقی نمیمونه براش. مثلا یک موقعی بود آقای رجبی آقای مهدی سامر مسخره میکرد، میگفت که ایشون 3 نفر 4 نفر بیشتر نیستن با ریزش نیرو، خودش هم همین میشه. وقتی همین بشه دیگه نمیتونه در دنیا و در محافل بین المللی حضور پیدا کنه و ارزندان بکنه که ما سازمان مجاهدینی هستیم که مبارزه میکنیم با رژیم جمهوری اسلامی. نیرویی هم یه گفتم که نیرویی که الان داره نیروی کارآمدی نیست، نیرویی هست که میانگین سن و سالشون سن و سال منه که بگم امشب تولد من هست در ماه سوربی. به به تولدتون مبارک. ممنون. من تولد شب یلدا هستم. میانگین سنیشون سن منه و در این شرایطی که اینا زندگی کردن توی این چند دهه مشکلات جسمی، مشکلات روحی، مشکلات روانی، اونایی هم که سن بالا دارن که دیگه جای خود نیرو روی کارآمدی نیست و به درد نمیخوره، فقط برای این نگرش داشتن که یک آماری داشته باشن بگن که ما فرض بگیریم 2500 نفر 3000 نفر اینجا توی آلبانی به عنوان مجاهد خلق داریم مبارزه میکنیم. مبارزه شون هم زیر علامت سواله، چه مبارزه ای؟ شما چه مبارزه ای دارید میکنید؟ این اعضای سازمان از خودشون سوال میکنن که آقا این چگونه مبارزه ایست؟ اون موقعی که در جوار خاک میهن در کنار مرزهای ایران بودیم دارای توپ و تانک و مسلسل و همه چیز، کاری از پیش نرفت و هیچ چیزی از توش در نیمد. عاقبت این شد که با توسری و اردنگی از توی عراق بندازن بیرون. الان با 3000 خورده کیلومتر از ایران دور چه مبارزه ای توی یک قفص در بسته ای که این اواخر هم میخواستن اینا رو تازه از اونجا هم تلفون بدن من ببرن به کمپی که اسمشو فکر کنم میخوان بذارن کمپ عشق. مبارز خانم رجوی و آقای عشق و امثال اینها، مبارز اسمش روشه، مبارز چگونه مبارز هست؟ مبارز 3000 کیلومتر فاصله نمیگره اونجا مشتشو گیر کنه، ارزندان کنه، به بچه های مردم بدازین جلو، ما اینجا بشینیم بخوریم، همه امکانات اروپا هم استفاده بکنیم، امکان در پناهندگی رو بچه های بیچاره اونجا بره خون بدن، ما بریم حاکم نکنیم. مبارز جانش تو میدان مبارز است، میدان مبارز هم. اگر شما با جمهوری اسلامی مبارزه کنید، با رژیم ایران مبارزه بکنید، بفرمایید تو میدان توپخونه، بفرمایید برید تو نمیدونم اونجایی که کاخ ریاست جمهوری، اونجایی که وسط تهران دارید مبارزه بکنید، چه کار میکنید توی آلبانی و برای چی و به چه حساب کتاب اینها رو گروگان گرفتید و نمیذارید که اینها با عزیزانشون تماس داشته باشن؟ میخوام بگم که
تمام این اساسنامه که تو شورای ملی مقاومت اینا نوشته، از اکراه دین، از حجاب آزاد، لباس پوشش آزاد، از نمیدونم ازدواج، تعهد ازدواجات ممنوع، آزادی، دموکراسی، تمام اینها فقط شعار، در حد شعار، فقط به خاطر فریفتن مردم و امروز فریب دادن بعضی از کشورهای اروپایی به خاطر رسیدن به حاکمیت هستش آقای سوری، و هیچ چیز دیگری پس این وجود نداره. چون من مطمئنم و معتقدم و 100% معتقدم به که میزنم مجاهدین هیچ گونه اعتقادی به دموکراسی که ما اینجا در اروپا شاهد هستیم ندارن و نیستن و پایبندش نیستن. شما ببینید اینها همین چند روز پیش روی وحشیات کردن جلوی پارلمان اروپا به چند نفر از اعضای جدا شده که بهشون منتقدن، نه کاری که نه سلاح دستشونه، نه اومدن زدن روی گوشتون، نه فوش بهتون دادن، فقط تو شورای اروپا چهار تا انتخاب در شما کردن و گفتن که این سازمان مجاهدین ماهیتش اینه. شما چرا در بیرون از اروپا کمین، در بیرون از پارلمان کمین میکنید و حمله بر میشید و حمله وحشیانه میکنید به این افراد؟ این توی کشور اروپایی در مقابل پارلمان اروپا، یعنی جایی که مقر دموکراسی، همون دموکراسی که خودشون شعار میدن ها، نه دموکراسی که فرض بگیرید رژیم جمهوری ما خودمون برای خودمون دموکراسی اسلامی داریم، اونو دموکراسی که خودشون شعار دادن دموکراسی است، ولی جلوی همون مقری که این دموکراسی رو مستقر کرده توی اروپا حمله میکنن و چهار تا منتقد رو تحمل نمیکنن و میزننشون. شما حسابشو بکنید، اگر اینا در قدرت باشن، اگر اینا سلاح داشته باشن دستشون، با مخالفشون چی کار میکنن؟ ببینید تو قانون اساسی جمهوری اسلامی هست تظاهرات تا حد تظاهرات مسلح، یعنی مسلحانه ممنوعه. خود اینا اومدن همینا برشن تو اساسنامه شوراشون نوشتن. اول شما پایبند بودید به اون، خودتون سلاح کشیدید جنگ مسلحانه کرد. اینجا که وسط اروپا، تو غرب اروپا شما حمله میکنید به منطقه، تو کتکشون میزنید، کششو سیاه میکنید و فکر میکنید کار خیلی قهرمانانه ای کردی. اگر در حکومت باشی و اگر فرض بگیرید سر گرانی تخم مرغ، گرانی بلیت اتوبوس، گرانی نمیدونم فلان، تظاهراتی شد و کشید به یک مقدار خشونت از طرف مردم، شما سلاح نمیشید بهشون؟ شما سلاح، شما همون هستید تانتون رو توی سیمخاردارهای عراق دادید با تیر چمون و با سنگ و نمیدونم با آهنهای زمره کردید به پدر و مادر خود اعضاد دیگه، به بقیه مردم که مگه رحمی میکنیدشون؟ من بسیار ممنونم. شما در رابطه با حمله به جدا شده ها در پارلمان اروپا گفتید، اتفاقا یه فیلمی بعد از مصاحبه با شما پخش میکنیم که گفتگویی شده با دوستانی که اونجا به اصطلاح مورد ضرب و جرح قرار گرفتن، و جالب اینه که عکس العملی که به اصطلاح انجام شد توسط نمایندگان و اینها به ضرر مجاهدین تموم شد، و پس از اون ما یه ویدیویی نشون میدیم که یکی از به اصطلاح نمایندگان میگه که اینا رو اینجا راه ندین، و بعد از همه اینها من و دیگران که فکر میکنیم مجاهدین ممکنه بخوان به اصطلاح دنبال آزادی و دموکراسی باشن، باید از خودمون سوال کنیم. به قول شما اینها که در قلب اروپا، در پارلمان اروپا تحمل دیدن شماها یا دوستان دیگه‌ای که باهاشون بودید، یار و یاورشون بودید، ندارن، اینها وقتی اگر به قدرت برسن که هیچ امیدی نیست. شما باز خوب گفتی، همه اوریج سنی میانگین سنشون 50 به بالا و 60 هست، اگر قدرت به دست بگیرن، اینا اسلحه به دست داشته باشن، به کسی رحم نخواهند کرد. اون فیلم رو بعد از برنامه بستا مصاحبه شما نشون میدید. شما اگر دوست داشته باشید یه مقداری بیشتر راجع به همین حمله وحشیانه چماقداران رجایی به جداداشتگان در پارلمان اروپا توضیح بدید، چون عکس‌هایی هست، ویدیویی هست که آقای مهدی خوشحال و دیگران هستن که چگونه چشم ایشون آسیب دیده، و امیدوارم کسی پیدا بشه اصلا به عنوان
به اصطلاح شکایت شخصی وکالت آقای خوشحال و ابراهیمی رو قبول کنه و این اون کسایی رو که اینها رو مورد ضرب و شتم قرار دادن اونها رو به دادگاه ببره. البته ناگفته نماند سازمانی که تشویق میکنه برید بزنید بکشید و همونجا وایسید تا برید زندان، زندان جای خوبیه، این نشون میده چه جای بدی رو داشته این 30 سال گذشته که تبلیغی برای زندانهای اروپا میکنه. من ساکت میشم، شما بفرمایید. آقای صبحی، بحثی کردید، این حرفیست که سالها پیش سجوی توی یکی از نشستهای توی قرارگاه باقرزاده زد. حرفش این بود که ببینید یک فردی که ادعای انقلابیگری میکنه، یک فردی که خودشو تلاش میکنه توی مناسبات و تشکیلاتش خودشو یک دیس از خودش درست بکنه، یه روز میشه حضرت علی، یه روز میشه امام حسین، یه روز میشه نمیدونم امام غایب، یه روز مریم رجبی رو میاره در ردیف نمیدونم خدیجه و یعنی مادر مسیح و فاطمه زهرا، یه روز تشکیلاتش رو طوری جور میکنه که وقتی مریم رجبی فرض بگیرین از در قرارگاه سالون میاد تو، هم به بلند شعار بدن که تو نمیدونم زهرا هستی، این فرد خودش با دهان خودش، من خودم نشسته بودم و داشتم گوش میکردم، خطاب به اعضا گفت که اگر ما پیروز شدیم و رفتیم ایران و به حکومت رسیدیم که من میدونم با اونایی که از ما به قول خودش بریدن و جدا شدن من میدونم چی کار کنم، اما اگر پیروز نشدیم که الان نشدن و دقت داشته باشید الان دیگه شکم خوردن، اگر پیروز نشدیم وظیفه تک تک شما این هستش که برید توی اروپا هر کدومتون یکی دو تا اینا رو بکشید، فرارم نکنید، خودت معرفی کن به پلیس زندان‌های اروپا، از هتل‌های 5 ستاره هم بهتر. دقیقاً حرف مسعود رجبی است، یعنی یک فردی که ادعای رهبری فردا رو میکنه دستور قتل داره صادر میکنه. همینطور چند سال پیش هم بودیم که پیام صوتیش قبل از اینکه اون فیصل الترکی بیاد و پیام مرگ اینو بده، خبر مرگ اینو بده، پیام صوتیش رو که شاهد بودیم که گفت از پاسدار خمینی بگذرم، از شما نمیگذرم، هر جا که باشید، در هر لباسی که باشید، در هر مقامی که باشید ازتون نخواهم گذشت. ببینید وسط اروپا اینا ورکون نیستن، اینا به همین دلیل میگم اینا هیچ گونه اعتقادی به دموکراسی ندارن. آخه یک فردی که اعتقاد به دموکراسی داشته باشه از خشونت دوری میکنه، اصلا خشونت معنی نداره امروز تو جامعه جهانی، خشونت مال وحشیایی که الان شما ببینید توی سوریه دارن چکار میکنن، آدم میخورن، مثل این داعشی ها. همین البته داعشی هایی که همین سازمان مجاهدین وقتی اینا تو عراق شروع کردن به عنوان نیروی انقلابی داشت ازشون اسم میبرد و ما هرچی میگفتیم اینا نیروی انقلابی نیستن، اینا داشتن حمایت میکردنشون. الغرض اینهایی که جلوی شورای اروپا حمله کردن یا اونایی که چند سال پیش تو پاریس ما اقداماتو خیلی دیدیم شما فکر میکنید که اینا رو اگر شکایتی هم بشه سازمان مجاهدین به گردن میگیره؟ سازمان مجاهدین گردن نمیگیره، سازمان مجاهدین به اینا پول میده میگه حمله کنید بهشون، اگر هم دستگیر شدید اصلا حق ندارید بگید ما از عضو مجاهدین هستیم، خودش هم میزنه زیرش میگه نه ما اصلا اینا مال ما نیستن، ما اصلا نمیشناسیم، ولی از پشت پرده براشون وکیل برمیداره و کاراشون رو ردیف میکنه. این اصلا تو خصلت این سازمانه، تو ماهیت این سازمانه. ما هرچی میگیم سازمان مجاهدین، سازمان تروریستی، بذارید یک کشورهای غربی یه موقعی رو گذاشتن تو لیست تروریستی، بعد حالا اومدن درش رو بردن و خودشون میگن ما از 2003 به این طرف عملیات نکردیم، کار نکردیم، هیچ زمینه ای نداشتید، میانی نداشتید، سلاحی نداشتید، توپ و تانکی نداشتید، شرایط عراقی که توش مستقر بودید طوری بود که نمیتونید تکون بخورید، عملیات تروریستیتون اینجاست، نمیتونن پل کنن، نکنن، چون ماهیتشون تروریستیست. الان اینجا دارن نشون میدن، اینجا دارن بروز میدن توی اروپا، توی اروپا حداقل سیاست اینو ندارن تحمل بکنن. اگر میخوان این شقاوت و دیکتاتوری رو ادامه بدن، اگر پیروز شدن برن فرض بگیرین توی حکومتشون، حداقل توی کشورهای اروپایی یک مقداری سیاست داشته باشن و خودشون رو طور
به این خارجی ها نشون بدن که بابا ما آدمیم. اینطوری همطوری که شما گفتید این بر علی بر ضرر خود سازمان تمام شد، همونطوری که اون خودسوزی هایی هم که فرمانش رو دادن و توی اروپا جلوی مردم اروپا که مردمی هستن بسیار حساس نفت ریختن رو خودشون آتیش زدن و مردم اروپا فکر کردن که الان مردم رو تشویقشون بودن، مردم اروپا بودن اینا چه وحشی هایی هستن که از خودشون نمیگذرن. و واقعیت هم همینه، وقتی کسی از خودش نگذره از مخالف منتقدش نخواهد گذشت. اگر اینها به قدرت برسند که همچی چیزی متصور نیست، هرگز هم نخواهد پیش اومد، به دلیل اینکه هم قدرت‌های جهانی اینا رو می‌شناسن. اگه اینا فکر میکنن با حمایت قدرت‌های جهانی مثل اسماعیل چلبی عراق که اینا آوردن تو آب نمک خوابوندنش، وقتی صدام حسین رو سرنگونش کردن اون چلبی رو از لندن فرستادن گفتن بری حکومت تشکیل، اگه اینا فکر کردن مثل چلبیان اشتباه میکنن، چون چلبی آمریکایی ترور نکرده بود، چلبی دست به عملیات تروریستی هم نزده بود، اینا هم آمریکایی کشتن هم ایرانی کشتن و به هیچ کسی هم رحم نمی‌کنن. این دولت‌های خارجی هم شاهدن، اینا به منتقد خودشون رحم نمی‌کنن. اگر به قدرت برسن چی؟ برای همین هم وقتی وزارت خارجه آمریکا اینا رو از لیست تروریستی گذاشت بیرون، سخنگوی کاخ سفید گفت، سخنگوی ببخشید وزارت خارجه اون موقع گفت مجاهدین هیچ گونه نقشی در آینده سیاسی ایران ندارن. این رو بدونن که اینا هیچ گونه نقشی ندارن، الان هم نیروی به اون شکل ندارن، توپ و تانکی هم ندارن. اگر اینا دعوت میشن تو پارلمان اروپا، اینا یک سری آدم دور خودشون دارن لابیگری میکنن، با پول پخش میکنن و راش و گاه میکنن تو پارلمان اروپا. من هم چند بار رفتم تو پارلمان اروپا، کار خیلی مشکلی نیستش مثلا مردم رو فریب بدن که آره خانم رجبی دعوت شد در پارلمان اروپا سخنرانی، هیچ چیزی نیست، منم میتونم همین جلسه بعدی شرکت بکنم تو پارلمان اروپا بشینم صحبتم بکنم، هیچ جای تعجبی نداره، فقط برای فریب دادن. منطقه خودشون خوب میدون کشورهای غربی و سیاست مداران و دولت ها کسانی که در درستن، اگه دقت کنید شما مهمونه های اینا هر تو تجمعات رو تمامشون مقامات سابقن، بلا استثناء تمامشون مقامات سابقن، چون کسی که خودش توی قدرته و توی حکومته اینا رو خوب میشناسه و اینا اصلا پشیزی واسه شون ارزش قائل نیست. حالا این کارهایی هم که توی اروپا میکنن خب ضریب میخوره به منفیاتی که اینا تو پرونده شون پیش خارجی ها دارن. بسیار ممنونم از شما. این موضوع آخری این هست که تهمت زدن ها به افراد در درون مناسبات فرقه در آلبانی. اتفاقا یکی از دوستان امروز برای ما یک ویدیوی فرستاده بود که من اینو بعد برای شما دوستان میفرستم، شاید در برنامه های آینده مورد تحلیل و بررسی قرار بدید. و یه سازمانی میدونید مجاهدین چون کار خودشون خرابه و سابقه خرابی برای خودشون ساختن، از اسمای مختلف و نامای مختلف و گوناگون استفاده میکنن که بلکه بتونن 5 نفر جدید رو گول بزنن تا موقعی که معلوم بشه این سازمان هم همون سازمان مجاهدینه. سازمانی راه انداختن به نام نمیدونم جوانان چنین و چنان و چند تا بچه جوان آمدن صحبت میکنن. برای دوستم نوشتم خب بله شما نوشتی بله، ببینید جوان آمد و 50 سال دیگه ضمانت میکنه سازمان. آخه 50 سال گذشته 120,000 کشته به قول خودتون دادید، حالا 50 سال دیگه هم باشن. ضمناً همین جوانی که امروز 14-15-16 سالشه آمده خوشحال ذوق میکنه که دوربینی اونجا هست و میکروفونی اونجا هست صحبت میکنه، 2 سال دیگه اگه گفت من میخوام برم درس بخونم، اگر گفت میخوام برم فهمیدم این سازمان کاری انجام نداده برم بیرون، شما همینو میگید مزدور، بعد دستور کشتنش هم به دیگران میدید. من اون ویدیو رو برای شما میفرستم اگه خواستید بعدا صحبت کنید، ولی در رابطه با همین هست، تهمت زدن به افراد در درون مناسبات فرقه در آلبانی.
حالا قربونت برم، من که نه در آلبانی هستم نه سازمان مجاهدین، منم که اینجا نشستم اینور اقیانوس، اینا به من توهین میکنن، تهمت میزنن، تهدید میکنن که بردم یه آقای خلبانی رو بردم دادگاه اینجا و بهش گفتن آقا یا ساکت میشی یا میگیریم میندازیمت بیرون. در اصل من ساکت میشم، شما لطف کنید در مورد تهمت زدن احتمالا تهدید و اینها به افراد بگید که چه به چه صورتی هست در آلبانی. ببینید تهمت زدن از ابتدا توی این سازمان، یعنی از روزی که من وارد این سازمان شدم، این تهمت زدن توی این سازمان بود. طبیعتا از قبل اگر شما رجوع کنید به تاریخچه گذشته سازمان، اون دوران شاه هم اینها بازم به این به یک مارک نمیدونم مارک میزدن بهشون، به هر حال یا یکشون میگفتن مزدور ساواک بود نفوذ کرده بود، با یکشون میگفتن نمیدونم فرض بگیرید اپورتونیست چپ نبود. این تاکتیک فرقه ها و سازمان های دیکتاتوری ما از روز اولی که رفتیم شاهد این بودیم. توی سازمان مجاهدین تا امروزش هم هستیم، 100,000 جور به ما به ماها تهمت زدن، حالا هم بند کردن به افرادی که توی البانی دارن و که گفتن میانگین سنشون سنشون 70 سال است و آدم هایی هست که بند خدا ها وضعیت جسمی یا مناسبی دارن، حالا بلحاظ روحی هم طبعا مشکل دارن، حالا بند کردن به اینا. فقط تهمت زدن اینا توی قرارگاه اشرف یک تاکتیکی داشتن، توی قرارگاه اشرف طرف اگه تو مناسبه حل نمیشد، اگر سر نمیسپرد، اگر سر به زیر نمیشد، اگه کولی نمیداد، اگه سواری نمیداد، هیچ چیزی بهش بند میکردن، بستگی داشت کی باشه. اگر کسی بود که از خارج اومده بود بگفتم که این محفوظی رژیم که ما اون نشریه شماره چند بود که 70-80 نفر رو یک مرتبه اعلام کردن که اینا نفوذی های رژیم بودن، خودشون اعتراف کردن، اعتراف به چه شکلی اینا طرف رو میبردن میشوندنش توی یک اتاقی بهش میگفتن اینو بنویس نمیدونیست آقا شاید مثلا این که بهتون میگم شاید روزها طول میکشید تا طرف قبول میشه، اینقدر تحت فشارش میذاشتن آقا بود آقا اگر ننویسی ما میبریم توی جمع اینو میبونید میگی تو این کاره بود. حالا با پرسونل طبیعتا حرف مسئولینش رو قبول میکنه نه حرف اون فرد. طرف تحت فشار قرار تحت گیر میفتد میگفت خب اگه منو بردن تو جمع گفتن این مثلا جاسوس بوده این نفوذ خب این جمع رو میکش میومد میگفت باشه زیرش رو امضا میکرد میگفتن خب این محرمانه پیش ما میمونه حالا هر کاری میگیم انجام دیگه. این طرف سرش رو بلند بکن یه جور دیگر تهمت میده اگه میدیدن طرف از بیرون نیومده، اگه میدیدن طرف بهش تهمت جاسوسی یا نفوذی نمیخوره یه تهمت باز بگیرید اخلاقی باش میزن مجبورش میکردن زیر این کاغذ رو امضا بکنه، اگر نکنی میبینیم تو جنگ ابلاغ. این تهمت زدن ها بوده و بوده. من چند وقت پیش داشتم این جدا شدن سعدالله رو داشتم میخوندم و که اون توش نوشته بود که اونا اونجا میگن که من بعد چیزهای خود سازمان رو خوندم، اطلاعی های سازمان رو که همین کاری که گفتم کردن باشون. آقا اینا با دشمن تماس گرفتن، دشمن کجا بود تو آلبانی، اینا چجوری رفتن بیرون تماس گرفتن در صورت که تو محدودیت و تحت کنترل شما هست. حالا برگردیم میدیم از همون زمان اشرف اگر شما اون تشکیلات آهنینی که همیشه به رخ میکشیدید اگر اینقدر فولادی و آهنی بود چجور اینقدر از وزارت اطلاعات رژیم نفوذ کردن قرارگاه اشرف دوران صدام. پس این اطلاعات باید بیش از این حرفا قوی باشه که شما باش در افتادید، در افتادتون بس بیفایده است. ببینید همش تهمت افترا و بیخود و بیجهت و در راه منافع خودشون به خاطر اینکه فرد رو مجبور بکنن سر تعظیم فرو بیاره جلوی تشکیلاتشون. این تهمت زدن ها هست بود و خواهد بود تا زمان که این سازمان سر پا هست. الان هم
بدون ترحم. ببینید تهمت زدن و مارک برستن فشار روحی خیلی زیادی برای کسانی میاره که تو یک چارچوب تشکیلاتی هست. من اینو خودم احساس میکنم. اینجا من نشسته، شما هر چی که اینا میخوان گفتن رو بذارید بگن بازن. من اصلا اهمیت میکنم. ولی در چارچوب تشکیلات، یعنی جایی که تحت فشار تشکیلاتی اون انقلاب کذایی مریم و هزار مسائل دیگه هستن، تازه بیا اینا غوز بالا غوز بذارن روش میگن تو نفوذی رژیم مسیح، تورد میشه. ولی اینها بدون ترحم، بدون رحم، بدون خجالت این کارو دارن توی آلبانی هم انجام میدن، فقط به خاطر اینکه طرف بترسه و نره بیرون، فقط برای اینکه از اون اعضای بالا تا پایین اعضای بالایی رو بهتر میدونن. بالا بالایی ها اتفاقا اینا روش بیشتر حساسیت دارن. فرض بگیرید یک فردی مثل مهدی عبدی، اگر بخواد همین الان از سازمان مجاهدین جدا شه، اصلا نمیذارن بیاد بیرون، که همونجا بهش میگن رفتی بیرون، میگیم تو با رژیم تماس گرفتی، تموم شد. خب مهدی عبدی شمسی سابقه از مسعود رجوی هم بیشتر داره تو سازمان مجاهدین، طبیعتا ترمز میکنه، میگه بعد این همه سال ما تازه بریم تهمت بکنیم. اینه که با این ترسوندن این بچه ها رو اونجا نگه داشتن، فقط برای همون منفعتی که در ابتدا بهتون گفتم، فقط به خاطر این که دو تا هدف، یکی این که اون 100 نفری که اونجا جنایتکارایی که اونجا عملیات تروریستی کردن، بمب گذاشتن، ترور کردن و هزاران کار دیگه، اینا لخت نشن، خالی نشن، که بعد با یک ممکنه با یه زد و بندی بشه اینا رو استرداد کرد، اینا جمعشون کثیره که نمیشه. یکی هم به خاطر اینکه توی اماکن بین المللی بتونن شعار بدن، بگن ما هستیم، سر پای منوز هم هستیم، در صورت نیست که مردم ایران متونن فرن از ولی توفت زدن ها هست، خواهد بود و شیوه ایست که سازمان از ابتدا هم این شیوه رو پیشه خودش کرده و همینجور داره ببره جلو. فقط یکی بشینه از خودش سوال بکنه، بگه سازمان مجاهدین خلقی که این همه شعار میده و دپ و کپ برای خودش کذایی درست کرده، چجوری این همه وزارت اطلاعاتی توش نفوذ میکنه؟ و اصلا چجوری میشه هرچی از مناسبات سازمان بره بیرون توی اروپا، هرچی بره بیرون میشه مزدور؟ باید دقت کنیم، اینجوری نیست. خیلی کسا اومدن بیرون، سازمان مجاهدین تاکتیکش اینه، هرکی بیاد بیرون و یک کلمه بر علیه مناسبات سازمان حرف بزنه، اون موقع میشه مزدور. آقا شما یک تشکیلاتی داشتید، ما اومدیم توش دیدیم بده، از نظر شما خوبه، باش نظر ما دیدیم بده، خوب نیست، اومدیم بیرون میگیم بده، آدم نگشتیم، که سرتونم نبریدیم، کتکتونم نزدیم، میگه این شلوغکاری ها چی دارید میکنید؟ شما اگر انقلابی هستین، اگه انسان هستین، اگر دین دارید، اگه خدا را قبول دارید، اگر پیغمبری دارید، اگر به یه چیزی پایبندید، خب باید بپذیرید. خودتون به ما یاد دادید، گفتید انتقاد پذیر باشید. اولین درسی که تو سازمان و تشکیلات یاد میدن انتقاد و انتقاد پذیری و انتقاد از خود، انتقاد و انتقاد پذیری. آقا خودتون یاد دارید الان چرا خودتون میزنید زیرش؟ ما اون انتقاد میکنیم، میگیم تشکیلات دو 1 2 3 4 5 ایناش خوب نیست، مثبتاتو که نمیگم، خودتون گفتید، خودتون به ما یاد دادید مثبتاتو نگی، مثبتاتو ما نمیگیم. آقا جان این 5تاتون بده، این 5 کارتون بده، 5 عملتون غلطه، چرا بهتون بر میخوره؟ چرا تهمت بیجا میزنید به فرد؟ به همه از ببینید، از رئیس جمهور، اولین رئیس جمهور ایران، از آقای ابوالحسن بنی‌صدر که با 20 میلیون رأی انتخاب شد، تا بنده که اینجا نشستم، هر کسی یک کلمه بر علیه اینا حرف بزنه فرقی هم نمی‌کنه، ایرانی باشه یا خارجی. اگر فرض بگیریم توی پارلمان فرانسه یکی از این پارلمانترها برشه بگه مجاهدین مناسباتشون خوب نیست، سریع میگن اینا تو زد و بند معامله نمیدونم تجاری فلان داشتن، اینو خریدن. به دبیر سازمان ملل اینها تهمت میزدن که مأمور جمهوری اسلامیه. بله آقای، میگفتن ببخشید، میگفتن به مادلن آلبرایت
وزیر خارجه بیل کلینتون هم اینا گفتن این خود فروخته رژیم. آقای تمادو، شما چون صحبت کردید گفتید ما که آدم نکشتیم. دیروز یکی از دوستان از نیویورک تماس گرفت و پیغام گذاشته و این قبلا سوال هم بوده، گفتن که هر کسی شما باش مصاحبه میکنید اینها میگن ما در قسمت‌های فنی بودیم، در قسمت‌های تبلیغاتی بودیم، ولی بعضی‌هاشون هم میگن که ما رفتیم مثلا اون فروغ جاویدان، رفتیم توی کردستان اینها، و چرا هیچ وقت اینا یکشون نمیگه من مثلا چند نفر رو کشتم؟ حالا جوابی که من دادم به ایشون به شما میگم، بعد شما هم به من بگو. بعد ایشون میگه که حالا اگر یکی هم بیاد بگه من چند نفر رو کشتم، آیا مردم حق دارن اینها رو مثلا شما رو دیگران رو به اصطلاح محاکمه کنن یا نه؟ من گفتم شما برگردید برید جنگ جهانی دوم یا جنگای دیگر رو تاریخش رو نگاه کنید، ویدیوهاش رو مستندش رو اینا رو ببینید. معمولا کسی نمیره سربازای رده پایین رو که باید دستور بالادست رو انجام میدادن، اطاعت میکردن، یا دادگاه ارتشی میشدن و همونجا دادگاه نظامی میشدن و همونجا به جوخه اعدام بسته میشدن، اونو بیارن محاکمه کنن. معمولا رهبرا رو، فرمانده های بالا رو، و اگه فرمانده یا رهبر بگه من با 5 تای دیگه مشورت میکردم، اون یه نفر با اون 5 تا رو میارن محاکمه میکنن. شما نظرتون چیه؟ من قبلا با شما مصاحبه کردم، میدونم شما تو کارهای فنی و اینها بودید، ولی همون دوستی هم که مثلا مکانیک بوده اونجا تانک درست میکرده، ولی این تانک رفته توی مهران آدم ها رو کشته، اینا مسئولیتی دارن یا نه؟ یا خود شما وجدانن مثلا شبها راحت میخوابید یا نه؟ میخوام این جواب دوستمون رو داده باشم. من این پیامو برای کانون آوا هم فرستادم، امیدوارم دریافت کنن، در برنامه های آینده در موردش صحبت کنن. در این مورد یه مقداری صحبت کنید لطفا. شب و گوشتن مثلا ببخشید صداتون قطع و وصل میشه. شما اگه اونجا چیزی روشن هست، تلفنی، کامپیوتر دیگه اینا خاموش کنید، چون معمولا اینترنت های بی سیم ضعیفه و این روزا همه چیزهای جدید بی سیم هست. اگر چیزی هست، چون صدا خوب بود ولی الان بد شد، بفرمایید. من چیزی ندارم روشن حال. خب بفرمایید. گفتم که شبا راحت نمیخوابم، به این دلیل که شب سر میذارم به بالش، فقط فکر اینم که من چرا رفتم تو اینا، اصلا کاراکتر من به اینا نمیخورد، برای چی اصلا نمیشتاختم اینا رو، و تحت تاثیر تبلیغات منفیشون و یک مقدار فشارهایی توی دوران اسارت بمومد، من پاشدم. من ناراحت وجدانیم همینه که خودمو نمیبخشم که چرا زندگی خودمو برای هیچ و پوش تباه کرد. اما جوابی که جواب خوبی دادید پاقندشون، من تو جنگ ایران عراق سرباز بودم، شلیک کردم، من چه میدونم خورده نخورده. حالا بیام عذاب وجدان بگیرم که تو جنگ ایران عراق شاید فرض بگیم مثلا 4 تا عراقی جلوی من بودن، یا این که بحث چیزی نیستش که. ولی تو یک سازمان اون آقایی هم که سوال کرده، اون دوستی هم که سوال کرده، خب از یک منظر حرف منطقی، سوال منطقی کرده، چون ما وقتی سازمان تو عملیات شرکت میکنه مقابلش ایرانی ها هستن، مقابل دشمن عراقی نیست که بگیم دشمن اشغالگره، ایرانی ها هستن. به هر حال هر طرف بندازی هموطن، ولی نمیتونه آدم بگیریم اینا رو محاکمه کنیم یا مثلا حکم براشون صادر بکنیم. که آقا جان، سازمان مجاهدین ما همیشه گفتیم هیچ وقت نمیتونیم ما احساسی رو که ما داریم نسبت به این سازمان و فهمی رو که ما داریم، ما نمیتونیم منتقل بدیم. آقای سوربی، من خطاب به اون آقایی که این سوالو کرده میگم، توی تشکیلات سازمان مجاهدین یک شیوه هیپنوتیزمی حاکمه، اگر حاکم نبود به هیچ عنوان نمیتونستن وسط قلب اروپا بگن آقا برو خودسوزی کن، رو خیلی راحت نفت بریزه رو خودش آتیش بزنه. همین کاری که یا بوم میبندن به خودشون میرن وسط جمعیت منفجر میکنن. اینا بر اساس ایده و
عقیده و باور به نظر من نمیتونه باشه، چون به هر حال یه جایی یه لمبوری میخوره طرف. اینها سخنرانی های مسعود رجوی، نشست هایی که میذاشت، شاید یک هفته دو هفته سر یک مسئله انقدر بحث میکرد که تو مخ قشنگ جاسازی بشه و بپزه. خیلی جا من خود من که اینجا نشستم و الان مخالفش هستم، تو خیلی جاها من تحت تاثیر حرفاش قرار میگرفتم، بعدها تو ذهنم ترک بود. اینها آنچنان آدم ها رو اونجا میپختند که آماده بودن هر کاری بکنند. من یه مثالی بزنم، من این مثال رو براتون بزنم، الان که من خودم پدر هستم اینو بهتر احساس میکنم. یکی از این زنهای مجاهد که اونجا فرمانده بود روز تعریف میکرد، پسرش 10 سالش بود، از خارج آورده بودنش توی اشرف یه دوره آموزشی، بعد بهش گفته بودن برو عملیات داخلی. این جواب خود مادرش تعریف میکرد برامون، چون فرمانده بوده موقعی، حالا اسم نمیبرم، خود مادرش تعریف میکرد، میگفت من توی اتاق کارم نشسته بودم، در اتاق و پسرم باز کرد اومد تو، گفت که مامان من دارم میرم عملیات. گفتم خب برو. گفت ممکنه شهید بشن. گفتم خب بشی برو. رفت شهید شد، برنگرد. شما ببینید عاطفه مادری رو با فرزندش اینجوری قطع میکنن که جلوی اتاق کارش داره آخرین خداحافظیش رو با مادرش میکنه، مادرش اونقدر خوش جوابشو بده، حداقل بلند نشه بچه‌شه، جگر گوشش صورتش رو ببوسه، خداحافظی کنه. انقلابیشو میگم، اون که آماده است بچه‌شو فدا کنه، ولی اون بنده عاطفی توش قطعه. مسعود رجوی براش ارزشه، مریم رجوی و یا اون مقامی که اون بهش دادن براش ارزشه. حالا شما ببینید اون جوانی که رفت اونجوری شو، اینو من برای این میگم که آنجور روی افراد کار میکردن که به اونجا به این خط میرسید دیگه. چه محاکمه ای دارن این افراد هیپنوتیزم شده و مسخ شده در یک تشکیلات ضد انسانی؟ بسیار ممنون. یعنی یه سیستم شستشوی مغزی هست، همین کلاس هایی که میذارن، نشست هایی که میذارن، و دقیقا شما خوب مثال زدید، همین کاری که آیسیس میکنه یا همون کاری که مجاهدین تو فرانسه کردن، و طرف تو فرانسه خودش رو با آتش میکشه، پاسخ این سوال دوستمون رو داد. اگر مورد دیگه ای هست لطف کنید بگید، اگه نه که دوستان روی فیسبوک دارن به شما تبریک میگن. آقای رزاقی گفته موسیو ادوارد سال نوت مبارک و تولد خودت و تولد مسیح رو به تبریک گفته، و دوستان دیگه هم هستن، اگه شما لطف کنید بعدا روی فیسبوک به اونها پاسخ بدین یا باشون در تماس باشین، من ازتون تشکر میکنم. من ساکت میشم، اگر صحبتی هست بفرمایید. در پایان این برنامه میخوام بگم که سازمان مجاهدین متاسفانه سازمان بود که پایه‌گذاری و بنیان‌گذاری شد برای مبارزه با امپریالیسم جهانخوار. اما امروز ما شاهد هستیم که اینها کاسدیس آمریکان و عربستان سود. سازمان مجاهدین سازمانی بود که به یک اهداف خاصی توسط بنیان‌گذاری شد، ولی توسط مسعود رجوی و به خاطر منفعت فردی خودش به انحراف کشیده شد و در حال از بین رفتن. سازمان مجاهدین بعد از انقلاب ضد سلطنتی توی ایران پایگاه خوب مردمی داشتن، امروز ما شاهد هستیم که این سازمان منفوره توی جامعه و کسی اصلا در موردش هر کی صحبت بکنه منفی صحبت میکنه. جوانای بعد انقلاب هم بیشترشون اصلا نمیشناسن این سازمان، یعنی سازمان به دلش صابون نماله که این نسل جوان شیفتشه و کشت مردشه و فکر بکنه که براش فرش قرمز پهن میکنه. نسل جوان امروز دنبال چیز دیگه ایه، دنبال ترور و تروریست بازی و نمیدونم اسلامیست و نمیدونم دیکتاتوریست، از این چیزها نیست. نسل عوض شده، فرهنگ عوض شده. اگر مجاهدین خبر ندارن از درون ایران، اگر مجاهدین از آگاهی ملت ایران خبر ندارن، برن بیشتر تحقیق بکنن و این دروغ و دنبلایی که سرهم میکنن برای مردم ایران جمعش بکنن. و
سازمانشون رو که تبدیل کردن از نظر من چند وقت پیش به این نتیجه رسیدم که این سازمان دیگه نباید بهش بگیم سازمان مجاهدین، باید بهش بگیم بنگاه معاملاتی مجاهدین، چون واقعا سر هر چیزی داره معامله بکنه با قدرت‌های جهانی و پولدارای منطقه. من نمیگم قدرت منطقه، چون عربستان سعودی جز قدرت منطقه نمیدونم، جز پولدارای منطقه. من امیدوار هستم که مردم آگاه ما هوشیار باشن، جوانای آگاه ما هوشیار باشن، اونایی که در درون ایران هستن که اصلا اینا رو نمیشناسن، ولی خطاب به جوانایی که تو خارج کشور هستن و ممکنه با اینها روبرو بشن و اینا تلاش بکنن که اینا رو بکشونن به سمت خودشون و ببرن توی تشکیلات، حواسشون جمع باشه و اینا رو نخورن، چون راهی رو که ما رفتیم پشیمون شدیم، باختیم، زندگیمون رو به باد دادیم و امروز هم که اینجا نشستیم از سر این که یه جوان دیگه این نره، ما داریم افشا میکنیم و داریم هر چیز آن چیزی رو که دیدیم داریم بیان میکنیم. در ضمن من اینو بهتون بگم که اینا تجمع سال همین امسال 2017 شون که توی پاریس بود، همین کنار خونه ما، همینجا توی آلمان، همین کنار خونه ما یک خانوار پناهنده ارمنی از ارمنستان هست که یک زن و شوهرن و یک پسر و دختر بزرگ 22 ساله 27 ساله دارن. من رفته بودم فرانسه برای همین تجمعی که اینا داشتن، ما هم تجمع داشتیم. اینا به من زنگ زدن گفتن که خانم من به من زنگ زد گفت این بچه ها دارن میرن پاریس، اگه یه وقت کنار ایفل جای اینا رو دیدی حواستو بهشون باش. گفتم باش، با چی میرن؟ گفت که کلیسا میبره اینا، کلیسای کاتولیک. گفتم خب خوبه، در حال پناهنده هم که بگردم. تو مسیری که غروب برمیگشتم خانم من زنگ زد گفت که اینها رو بردن تو یک سالون بزرگی، از صبح نگه داشتن تا عصر. همینی که گفت من دوزاری مفتاد که این جایدین بودن اینا رو بردن. تو تجمعی هم که بود اینا اون بره ایفل بودن، ما این بر اول بردنشون تو سالون، بعد مثل که برده بودنشون توی محوطه ایفل. وقتی برگشتم سر و گوش یادم این ور اونور کردم، دیدم که ببینید اینا با چه کلکی پناهنده رو میکشن از خونه بیرون تحت عمانه. اینا آدم، گفتم به این دختر پسره پرسیدم کی اومد شما رو پیشنهاد داد که برید پاریس برای گردش؟ گفت یک پسر روسی، چون اینا ارمنستانی هم و روسی بلدن. گفت یک پسر روسی اومد به ما گفت که ما از طرف کلیسای کاتولیک میخوایم شما رو ببریم، نفری 25 یورو هم پول از ما گرفته. میدین چه جوری میشه؟ اینا میرن آدم اجاره میکنه، آدم های مختلف، مثلا افغانی، روس، اون روسا رو برای آدم هایی که از کشورهای قفقاز اون طرف ها هستن راهی میکنن، افغانی ها رو میزن سر افغانی ها، ایرانی ها هم که مشخصا یه تعدادی رو، هر کسی رو، یا مثلا آلبانیایی سر آلبانیایی، اینا رو میفرستن. اینا میرن میگن تحت عنوان اینکه کلیسای کاتولیک میخواد شما رو ببره برای گردش و تفریح تو پاریس، خب اینا پناهندن میگن خیلی خوبه، هم یه غذایی میدن، هم یه گردشی میکنیم، هم یه پول تو جیبی میدن. بعد میگه فقط شما 25 یورو پول اتوبوس به ما بدین. اون 25 یورو میره تو جیب اون فرد رابط. آها، این حق و زحمه خودشه. بله، این کامیشن خودشه. آدماش هم میرن توی سالن مجاهدین. این دختر و پسر هم ارمنستانه تحصیل کردن، بسیار تحصیلات بالایی دارن، تو روسیه هم تحصیل کردن. ما تعجب کردیم، از صبح ما رو بردن لب خشک توی اون سالن تا غروب، غروب اینا رو بردن توی پاریس و این ورور چرخوندن، بعدم راهیشون کردن. گفتم من دیر متوجه شدم، چون تحت پوشش کلیسا من شک نکردم. اگر میگفت ما رو میخوان ببرن پاریس برای گردش، من دوزاری میافتاد، میگفتم نرید، اینا جریانشون اینه. ولی چون به من گفتن کلیسای کاتولیک میخواد ببره، من گفتم خب ممکنه این کلیسای برنامه‌ای داشته باشه خاصه اینا رو ببره. ببینید با چه ترفندهایی میان، فریب میدن، گول میزنن و رابطه‌شون هم چه کسایی هستن. بله، من خودم هم اینجا فیلم برداری کردم، یه سری سیاه‌پوستی رو از آتلانتا آورده بودن، اصلا بعضی‌هاشون بوی گند مشروب میدادن،
بعد یک مصاحبه یه نفر دیگه انجام داد، اون آقای الان فامیلیش یادم نیست، رفت کالیفرنیا. و همین چیزی که شما میگید به بعضیا، یعنی اگه میرن مثلا تو کلیسا، برای کلیسا میگن میخوایم یه گردش تفریحی بذاریم و اینها، جاهای دیگه میرن میگن که مثلا این یک تور توریستی هست، بعد به بعضیا پول میدن، حتی میگن مثلا وقتی میریم 40 دلارتون میدیم، اونجا وقتی برگشتیم 40 دلار، که اینا حتی نیان وسط راه ول کنن برن. و خود من یکی از دوستامون که حتی شیرازی هم بود، این میگه به من ماشین میدن، ون میدن، اجاره هم میدن، من میشم سرپرست و مأمور بود یه سری ایرانی و آمریکایی رو جمع کنه بیاره و به اصطلاح چی میگم، تظاهر کنندگان مزدور. کلمه مزدور کلمه بدی نیست. خب خود منم مثلا روزای آخر هفته مزدورم که برم فیلم برداری کنم از عروسی و اینها، ولی این مزدوری اینجوری دیگه مزدور آدمکش، مزدور تظاهر، اون دیگه فرق میکنه. در اصل من از شما ممنونم، بازم اگر صحبتی دارید من ساکت میشم، شما بفرمایید. من تشکر میکنم از شما آقای سوربی، خیلی ممنون لطف کردید وقت اختیار ما گذاشتید، وقت که بتونم تو برنامه شرکت بکنم. من بازم مجددا تعلق مسیح رو تبریک میگم به همه همیهنان عزیزم، خصوصا همیهنان مسیحی، و سال نو میلادی را هم مجددا تبریک میگم و یک بار دیگه آرزو میکنم که سال صلح باشه برای تمام مردم دنیا، مخصوصا منطقه ما که منطقه پر آشوبی شده و دیگه واقعا تحملش برای هر کسی طاقت فرساست. بسیار ممنونم. منم برای شما و خانواده شما بهترین ها را آرزو میکنم، امیدوارم سال بهتری در انتظارمون باشه. البته شما گفتید منطقه ما، همین دیروز تو استرالیا یک کسی که البته اونایی که چیز هستن فوری نوشتن داشته میگفته الله اکبر و مال آیسیس بوده، بعد خود دولت استرالیا گفت نه این آقا مشروب مصرف کرده و مواد مخدر رو قبلا هم چندین پرونده داشته و با ماشین رفته بود تو جمع مردم. تو آلمان هم که سال گذشته اتفاق افتاد، امیدوارم در آستانه این تعطیلات تولد حضرت مسیح و سال نو ما دیگه از این گونه اخبار خبرهای بد نداشته باشیم. امیدوارم. خیلی ممنون که با ما بودی. تشکر بکنم، شب شما خوش آقای سوربی. اوقات به شما خوش. خیلی ممنون دوستان عزیز، با آقای ادوارد ترمادو بودیم. ویدیوهای قبلی ایشون در یوتیوب موجود هست، میتونید تماشا کنید. بعد از این برنامه دو تا ویدیو همونجور که کانون آوا روی پوسترشون هم نوشته بودن به اصطلاح برای شما تهیه دیدن. این ویدیو از مردم tv.com پخش میشه، ولی روی فیسبوک زیر همین برنامه لینک هاشو گذاشتم، میتونید ببینید. این در ادامه این هست، برنامه از کانون فانوس آلمان در رابطه با ضرب و شتم اعضای این کانون توسط چماقداران فرقه رجوی در پارلمان اروپا. در همین رابطه خانم آنا گومز نماینده پارلمان اروپا، اروپایی اجازه حضور مریم رجعی و تروریست ها در ساختمان های پارلمان اروپا و ضرب و شتم فعالین حقوق بشر اعتراض کرد و خواستار ممنوعیت ورود رجعی و همراهانش شد. این ویدیوها رو ببینیم، برنامه های تلویزیون مردم رو دنبال کنیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، شما هم میتونید مهمان کانون آوا بشید. یه خبری رو که من شنیدم و نگفتم چون مطمئن نبودم، ولی الان در خبرهای کانون آوا میبینم هست و اجازه بدید براتون این رو نشون بدم. این هست که میگه، بذارید من از آقای ترماده خداحافظی کنم. آقا من از شما خداحافظی میکنم و به امید دیدارتون در شرایطی بهتر. بله، بذارید من این صفحه رو به شما نشون بدم که میگه بچه های من نمیدونم اینا چند تا بچه دارن، چون هر کدومشون چند تا زن گرفتن و چند تا شوهر کردن و اینها، ولی مهم اینه که گویا فرزند خود مسعود رجوی جدا شده از سازمان. البته این بنده خدا واقعا پسر بدشانسی بوده، اون از روزی که به اصطلاح حمله کردن به خانه تیمی و طبق معمول آقای رجوی در رفته بود، به اصطلاح زن و دیگران رو اونجا کشتن، ولی این پسر جون سالم به در برد
و اسمش مصطفی است. البته بعد گویا رجوی اسمش رو عوض کرده گذاشته محمد مریم، که میدونید هر کم میره اونجا اسمای مستعار و اینا براش پیدا میکنن، ولی نوشته که تبریک برای آزادی آقای مصطفی رجوی فرزند مسعود رجوی و اشرف ربیعی از دخمه پدرش فرقه رجوی رهبر خودکامه. بالاخره بعد از سالیان که شاکش مصطفی رجوی که بعدها نام محمد مریم با یاد محمد حنیف نژاد را رجوی پدر خودکامه برای انتخاب کرد، توانست خودش را از یوغ اختاپوسی که پدرش به دست و پای وی پیچیده بود رها کند و با هویت خودش پا به دنیای آزاد گذاشته و جزئی از جامعه انسانی آزاد شود. سرنوشت افرادی مثل مصطفی یکی از دردناکترین داستان‌هایی است که رجوی مرتکب شده است. برای آقای مصطفی رجوی شدیدترین برخوردها و توهین‌ها زمانی که او فقط یک نوجوان بوده است توسط پدرش رجوی، اینجا نوشته رجوی کثیف، رجوی اعمال شده است، فقط برای خودکامگی رجوی، برای اینکه رجوی اثبات ثابت کند فرقی بین او و سایر افراد نیست و بگوید خون پسرش رنگین‌تر از خون بقیه گوهران بی‌بدیل نیست. خرد شدن و تخریب هویت و شخصیت انسانی فقط به جرم آزادی خواهی و تحصیل و دانش که آقای مصطفی خواهان آن بود و توسط پدر از وی محروم شد. و اینجا هم عکساشونو میبینید که جالبه، کسی که دستور داده بود خانواده ها بچه هاشون رو بفرستن به کشورهای دیگه، آقایون خانما رو طلاق بدن، خانمات آقایون رو طلاق بدن، ولی خودش اونجا همیشه بین خانم ها بوده، بین خانواده خودش بوده. آن ایام برای خاموش کردن و سرکوب این استعداد و نبوغ در ایشان و برای سرگرم کردنش در پایگاه های جهل و جنایت رجوی از سازمان، از هدایت با همان عباس میناچی را موظف کرده بود که به ایشان ریاضی و کامپیوتر یاد بدهد، شاید بتواند چند سباهی وی را در دخمه های خود نگه دارد. باید باز هم جای شکر دارد که وی توانسته خودش را در سن حدود 36 سالگی برهاند. من یادمه شبی که اون فیلم رو نشون دادن و این بچه یه پسر کوچولو بود و در بغل اون آقای کی بود که بعدم خود اون کشته شد. خلاصه پس این به نظر همون باید همسن انقلاب و اینها باشه، درست میگن 36 سال. هرچند به اسم مستعار فیسبوک باز کند و همین برای رجوی یک اعلان جنگ، چرا که دشمن هر گونه ارتباط با جامعه است. امیدوارم به زودی این دوستان هم به اصطلاح حتی فرزندان رجوی یا خانم مریم را هم داشته باشیم تا صحبت کنند و بعد ببینیم چقدر طول میکشه که اونها را هم مزدور و جاسوس و مأمور جمهوری اسلامی بدونن. ولی آقای ترمادا یه صحبت خیلی خوبی کرد. واقعا فکر کنید این چه سازمانیه که ادعا میکنه از ستلایت، از پایگاه های ایران و نمیدونم نیروگاه های اتمی و اینها خبر داره، ولی از سازمان خودش خبر نداره. و این همه تا امروز ببینید، میگیم حرف شما قبول آقای ترشیزی، حرف شما قبول آقای فیلابی، حرف شما قبول آقای مرداد از کانادا، حرف شما قبول آقای علی، ببخشید مرداد از کالیفرنیا، علی از کانادا، اینا همه مزدور، اینا همه جاسوس. آیا نباید رهبر سازمانتون رو که خودش هم الان غائب شده، خدا میدونه جاسوسی کجا رو انجام میده یا مرده، ازش بپرسین آقا تو چه رهبری بودی این همه جاسوس رخنه کرده توی این سازمان؟ کارشون خیلی خرابه. دوستان عزیز، این ویدیوها رو هم با هم شاهد باشیم و همونجوری که گفتم شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. یک تماس از شما، بقیه کارها از ما. روز روزگار بر شما خوش. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید، پیگیر برنامه‌ها باشید و با ما در تماس باشید. مرسی. با سلام به شما بینندگان عزیز، ما اینجا در خدمت آقایان مهدی خوشحال و عبدالکریم ابراهیمی هستیم. چند روز پیش دوستان عزیز ما توسط مزدوران و چماقداران مجاهدین به اینها حمله کردن و اونها رو مورد ضرب شب قرار دادن و میخواییم مستقیما از
خودشون بشنویم وقایع رو و چرا این داستان به وجود اومد. من از شما تشکر میکنم با اینکه شرایط خوبی نداریم و در من و مجروح هستیم در اینجا بود تشریف بردیم. آقای عبدالکریم میشه لطفا توضیح بدیم وقایع چجوری بوده و چه اتفاقاتی افتاد و چرا داستان به اینجا کشید؟ منم عرض سلام دارم. ما عده‌ای از جدا شدگان سازمان مجاهدین روز چهارشنبه 6 دسامبر به دعوت قبلی پارلمان اروپا برای شرکت در یک جلسه حقوق بشر و پناهندگان از اینجا عازم بروکسل شدیم. ساعت تقریبا 2:30 ما رسیدیم به پارلمان اروپا. اونجا وارد محوطه اروپا که شدیم دیدیم یک سری از افراد سازمان مجاهدین اونجا هستن. به محض اینکه ما رو دیدن شروع کردن به فیلم برداری، عکس برداری و اینکه ما کاری به کارشون نداشتیم، با همانگی که قبلا شده بود وارد سالن انتظار شدیم. بازم اونجا ما نشسته بودیم رو صندلیامون که باز افراد سازمان از پشت پنجره باز شروع کردن به فیلم برداری و اینا. گذشت تقریبا ما ساعت 4:00 و 3:30 اینا دیگه رفتیم تو جلسه شرکت کردیم. چون که من آقای میدی خوشحال بلیط قطارمون برگشتمون دیر میشد، ساعت 5:30 هنوز جلسه تموم نشده بود، بلند شدیم اساس میخواستیم بیم بیرون از درب سالن پارلمان که